سبا آلاله، روان تحلیلگر سیاسی و اجتماعی از ترکیه همراه ما شدن. سلام میکنم به شما خانم آلاله. در شرایطی هستیم که الان جمهوری اسلامی وارد یه درگیری نظامی با اسرائیل شده، همون طرف میبینیم که نیروهای حکومتی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری در نقاط مختلف ایران وارد خیابون‌ها شدن. برای خود من به شخصه عجیبه در این شرایط ببینیم که حالا به مردم خودتون هم آزار و اذیت برسونید. دلیل این همزمانی رو شما چه میبینید؟ خب ببینید، بذارید من از اینجا شروع بکنم. در روانشناسی حکومت‌های مستبد نمایش قدرت نقش خیلی اساسی داره، اصلا یک فاکتور خیلی مهمی براشون هست. معمولا حکومت‌های مستبد مثل جمهوری اسلامی ایران همیشه سعی میکنه، حالا چه در باب قدرت عملیاتی و یا غیر عملیاتی، تلاش میکنه خودش رو در اوج قدرت نگه داره. شاید اگر من یک مثال بزنم متوجه این نمایش قدرت بشید. معمولا سعی میکنن از جملات اقراق‌آمیز استفاده بکنن، از اهداف غیر واقعی و افراطی استفاده بکنن تا بتونن خودشون رو در اون اوج نگه دارن. ولی اینکه میپرسید چرا در این شرایطی که واقعا کشور در مجموعه از احساسات ناامنی و خطر است، اصلا اسم جنگ برای ما باز کردن زخم‌های روانی گذشته است که ما تجربه بسیار منفی و همچنان دنبال شده ای ازش داریم، ولی چرا در این شرایط حکومت همچنان پابرجایی که در برابر مخالفان خودش بیسته؟ من تصور میکنم این یک مکانیسم دفاعی ناشی از ترس و خشمه. به چه علت؟ ببینید، جمهوری اسلامی به قطعیت رسیده که نه تنها در خارج از مرزهای خودش دشمنانی بسیار زیادی داره، که اتفاقا در برابر اونها هم بسیار ناکام مونده، در برابر سیاست‌های خارجش، روابط بین‌المللیش بسیار ناکام مونده، بلکه در خاک خودش، در کشور تحت حاکمیت خودش، تحت سلطه خودش هم دشمنان بسیار زیادی داره. شما به سطح جامعه نگاه بکنید، امروز در دل جامعه مردان و زنان بسیار زیادی هستن که در برابر جمهوری اسلامی قد علم کردن و جمهوری اسلامی همچنان در برابر اونها هم کام بوده، یعنی با تمام ابزارهای خشونتی که استفاده کرده نتونسته اونها رو واپس‌روی بکنه، نتونسته اونها رو سرکوب بکنه. قطعاً این میتونه جمهوری اسلامی رو خشمگین بکنه که در به میدان بیاد و نه تنها با دشمنان خارجی به جنگ، بلکه با دشمنان داخلی خودش هم که زنان و مردان جامعه خودش هم هست به جنگ. در یک نکته دیگه رو هم این بگم، یکی از دلایل مهم بسیار زیادش هم اینه که زمانی که جمهوری اسلامی از غلبه و سلطه بر سیاست‌های خارجی خودش ناکام میشه، میاد اون سلطه رو سعی میکنه نمایش قدرت و سلطه رو در کشور خودش به اندازه انجام بده که حداقل نشون بده نمایش قدرتش به صورت کامل فرو نپاشیده. چون به همونطور که در صحبت اولی هم گفتم، حکومت‌های مستبد بسیار نمایش قدرت براشون مهم هست، به جمهوری اسلامی تلاش میکنه حداقل در داخل ایران نمایش قدرت رو نگه داره. خانم آلاله، شاهد این هستیم که نیروهای حکومتی علاوه بر اینکه حالا به خیابون‌های از خشونت هم به شدت استفاده میکنن، از شوکر میبینیم استفاده میکنن در تصاویری که به دستمون رسیده، دلیل استفاده از خشونت رو در چی میبینید؟ خب ببینید، بذارید من یک نکته رو اینجا بگم. یک طرحی الان داده شده به نام طرح نور. من میخوام با اشاره به همین یک تحلیلی رو در این رابطه انجام بدم. شما یک تفاوت فاحش و یک شکاف عمیقی بین مای مردم و جمهوری اسلامی متوجه میشید. اون نور رو در خشونت و پرخاشگری و رفتارهای سلطه‌گری میبینه، در صورتی که مردم نور رو در آزادی و عدالت میبینن. میبینید همین تفاوت میتونه تضاد بسیار زیادی رو به وجود بیاره. در کنار اون یک نکته رو که واضح و روشن هستش، جمهوری اسلامی همیشه در برابر زنان قد علم کرده، همیشه خواسته در برابر زنان بایسته و اونها رو سرکوب بکنه. البته این قد علم کردن منظور من این نیست که در برابر زنان تونسته پیروز بشه. اتفاقا این قد علم کردن جمهوری اسلامی در برابر زنان اون رو بسیار تونسته ناکام بکنه. جمهوری اسلامی در برابر زنان قد علم کرد ولی پیروز نشد، که اگر پیروز میشد امروز ما طرح‌های رنگاورنگ و یا لایه‌های مختلفی رو برای زنان و در رابطه با سرکوب زنان نمی‌دیدیم. قطعاً حکومت در برابر زنان با شکست روبرو شده و این باعث ناکامی جمهوری اسلامی شده و ناکامی موجب میشه که رفتارهای پر از خشونت و پرخاشگرانه از خودش انجام بده، به دلیل اینکه حکومت الان در اوج ناکامی از سرکوب زنان هست
و این حکومت‌های مستبد رو که نه تنها نمایش قدرت اونها رو ما در هم شکستیم، بلکه اونها رو در اوج ناکامی نگه داشتیم، قطعا اونها رو بسیار خشمگین و عصبانی میکنه و نمایش قدرت اونها رو فرو میپاشونه. همین دلیل باعث میشه که اونها به رفتارهای پرخاشگرانه بیشتر بزنن. من یک نکته رو اینجا بگم. وقتمون تموم شده خانم آلاده، خیلی عذرخواهی میکنم از شما، معذرت میخوام، وقتمون داره تموم میشه.